سلام مجدد، ادامه میدیم درسمون رو با دیالوگ ب. ان مومون پلو تار ا لا تراس دان پتی کافه. من دوباره تاکید میکنم همه معانی تمام اینها رو براتون روی تلگرام میذارم، الان تایپ نمیکنم که وقت گرفته نشه. ان مومون پلو تار، یه لحظه بعد، ا لا تراس دان پتی کافه، در تراس یه قهوه خونه کوچیک. ایل رانکونتر دو زامی، فعل رانکونتره، اینجا دارید فعل رانکونتره، ایل رانکونتر از فعل رانکونتره، گروه اول فعل ها میاد به معنی دیدن. ایل رانکونتر دو زامی، با دو تا از دوستاش رو میبینه، دو تا دوست رو میبینه. ایل مربوط به کی میشه؟ به تیری که توی درس توی دیالوگ ا داشتیم که آمده بود برای ثبت نام، درسته؟ خب این مکالمه الان بین تیری، لوک و امیلی انجام میشه. تیری میرسه به این تراس این قهوه خونه، میگه لوک، امیلی. لوک اسم پسره، امیلی اسم دختره، دوستاش رو داره الان اینجا صدا میکنه. لوک، امیلی. لوک میگه اه تیری سالو، توی توجور الافک، اه که مثل هی تیری، سالو سلام. توی توجور الافک، توجور توی درسای گذشته گفتم توجور به معنی همیشه هست، ولی توی بعضی از جملات مثل اینجا به معنی هنوز هست. توی توجور الافک، فک یه جور دیگه گفتن دانشگاه است، یونیورسیته. توی مکالمات خودمونی یونیورسیته میشه فک، الافک به جای الیونیورسیته. تو هنوز دانشگاهی؟ وی اتوا کس که تو فه؟ بله. و تو؟ و یعنی و تو چطور؟ تو چی کار میکنی؟ کس که تو فه؟ اینو همینطوری یاد بگیرید، تو درس آینده فعل فر انجام دادن کار رو یاد میگیریم و این کس که اینم یاد میگیریم تو درس آینده. ولی کس که تو فه، برای اینکه الان معنیش رو بدونید، به معنی تو چی کار میکنی هست. وی اتوا کس که تو فه؟ بله. تو چطور؟ تو چی کار میکنی؟ لوک میگه جو فه انستاج اوک امیلی، من یه دوره کارآموزی، استاج میشه دوره کارآموزی، من یه دوره کارآموزی با اوک به معنی با امیلی انجام میدم. اینجا جفه انجام میدهم، انجام میدهم یه دوره کارآموزی با امیلی. جفه انستاج اوک امیلی. بعد تیری به گارسونه میگه مسیو سیل وو پلی ان کافه، آقا لطفاً از شما خواهش میکنم. اینو تو درسای اولیه‌مون داشتیم، این چطوری میگیم از تو خواهش میکنم و از شما خواهش میکنم. من دوباره روی تلگرام اینا رو براتون میذارم. مسیو سیل وو پلی ان کافه، آقا لطفاً یه قهوه. بعد روشو میکنه به لوک، میگه ببینید الوک، یعنی به لوک میگه انستاج یه دوره کارآموزی. وی آن انفورماتیک، بله انفورماتیک میشه پردازش داده ها، در واقع کاری که به کامپیوتر ربط داره. تیغی میگه سبیان، یعنی خوبه. امیلی جواب میده، میگه سه انترسان، یعنی جالبه. سه انترسان، گفتیم اگر که دوتا اس پشت سر هم بیاد فقط یک بار تکرار میشه، دوبار خونده نمیشه. ای با ان صدای ان میده، وقتی که روی او ما اکسان قرار بگیره، چه اکسان اگو، گراب یا سیرکونفلکس، صدای ای میده. ان ت غ سان، گفتیم اگر او ما پشت دو تا کنسان قرار بگیره روش اکسان قرار نمیگیره، ولی صدای ای خودش رو نگه میداره. ا با ان صدای آن میده و کنسان آخر کلمات خونده نمیشه. اینا رو براتون روی تلگرام هم مینویسم. سه انترسان، جالبه.
بعد لوک میگه اکیوکو، امیلی میگه کیوکو، یعنی کیوکو کیه؟ کیوکو. تیری میگه وی ال ژاپونیز، ال اتودی لو فرانسه ای ال ژنیال. من یواش یواش میخونم که شما هم بتونید تکرار بکنید. وی ال ژاپونیز، او ژاپنی است. ال اتودی لو فرانسه، اتودی از فعل اتودی گروه اول میاد به معنی مطالعه کردن و یا یاد گرفتن. ال اتودی لو فرانسه، او فرانسوی می آموزه. ای ال ژنیال، و فوق‌العاده است، یعنی او فوق‌العاده است. در این قسمت چی داریم؟ یه سری تمرینایی داریم اینجا که براتون خوبه که این تمرین ها رو حتما انجام بدید. میتونید ویدیو رو نگه دارید و همه این تمرین ها رو بنویسید، بلند بلند بخونید و تکرار کنید. دونه لبان رپونس. واسه من قبل از اینکه اینو شروع کنم، اینو براتون یه دور دیگه، این دیالوگ برو، مکالمه برو، یه دور از روش میخونم. صدای اصلیش هم رو تلگرام براتون میذارم، صدای مکالمه اصلی. Un moment plus tard, à la terrasse d'un petit café, il rencontre deux amis. Thierry, Luc, Émilie. Luc. Hey, Thierry. Salut. Tu es toujours à la fac? Thierry. Oui, et toi? Qu'est-ce que tu fais? Luc. Je fais un stage avec Émilie. Thierry. Monsieur, s'il vous plaît. Un café à Luc. Un stage? Oui, en informatique. C'est bien? C'est intéressant. Et Kyoko? Kyoko? Oui, elle est japonaise. Elle étudie le français et elle est géniale. حتما وقتی که این مکالمات رو گوش میکنید، سعی کنید که بلند بلند تکرار بکنید و یه چنین مکالمه ایم سعی کنید خودتون بسازید. درباره یکی صحبت کنید یا درباره شغلی که دارید. دونه لبان رپونس، جواب صحیح رو بدید. تیری ای الوپیتال، تیری ای الونیورسیته. کدومش درسته؟ تیری ای الوپیتال یا تیری ای الونیورسیته؟ ایل ای اتودیان، ایل ای پروفیسر. کدومش درسته؟ تیری ای اتودیان یا تیری ای پروفیسر؟ خب اینا رو توی مکالمه اول داشتیم دیگه، برای اینکه آمده بود ثبت نام، پس نمیتونه که استاد باشه، دانشجوه، و توی بیمارستان که ثبت نام نمیکرد، توی یونیورسیته ثبت نام میکرد. پس جملات درست رو بنویسید و بلند بلند تکرار کنید. Thierry est à l'université, il est étudiant. شماره دو میگه remplissez la fiche de Thierry. اینجا فیش به معنی فیش دانسکریپسیون هستش، به طور کامل نیورده، ولی من رو تلگرام براتون به طور کامل رو می نویسم که بدونید دقیقا چیه. فیش دانسکریپسیون به معنی فرم ثبت نام هستش. رامپلیسه، پر کنید، فرم ثبت نام تیری. نو، نو میشه فامیلی. پرنوم، اسم. پروفسیون، شغل. ویل، شهر. پس اینجا باید شما چی بنویسید؟ نو، تیری فامیلیش چی بود؟ میسترال، میسترال. پرنوم، تیری. پروفسیون، اتودیان. ویل، اکس‌آن‌پروونس. و کسکی و انسامبل، اینو بریم توی ویدیو بعدی که ویدیو آخر باشه که تموم کنیم این درس دو رو. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.